نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه 28 محرم سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با اراده الهی بر آشکار نشدن برخی از مفاسد فرمودند، اراده خدای عزوجل بر این بوده که برخی از مفاسد ظاهر نشود. مثلا در همه امور دو شاهد برای اثبات آن کفایت می کند، اما در مسئله زنا تأکید شده که چهار شاهد برای اثبات آن لازم است. معظم الله در ادامه فرمودند، همچنین در مسئله اقرار به زنا هم تأکید شده که بایستی چهار مرتبه اقرار صورت بگیرد، در حالی که در سایر موارد یک بار اقرار کافی است. ایشان در رابطه با دلیل این اراده الهی فرمودند، این بدان معناست که شارع مقدس علارغم آن که برای پیشگیری و عقوبت این گونه مفاسد حدودی را معین فرموده، اما ارادهش بر این بوده که واقعیات حتی الامکان ظاهر نشود. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. نه حتما اجماعیه که مقبول نیه ظاهرا. همون یه روایت حضرت الله علیه السلام هست. همین میگم هم سند نداره، هم خدا رحمت کنه که از مراجع گذشته ایشون کتاب نوشته بودن به خود من دادن، دیدم این روایت علی بن جعفر رو نقل کردن. من بعد خدمتشون عرض کردم، چون تو اون روایت داره که علی بن جعفر گفت و نحن عمومته ظلمنا، وقت کی نقل میکنه از علی بن جعفر؟ یادم مجهول. من به اون مرجع بعد گفتم که اگه علی بن جعفر شما رو روز قیامت گرفت، گفت که به چه دلیل؟ حالا اگه غیر علی بن جعفر بگه ظلمنا، عیبی نداره، اما علی بن جعفر خیلی جلیله. گفت من که نگفتم ظلمنا، چرا شما به من نسبت دادید؟ اینا چی میگید؟ ایشون گفتن که میگم شیخ انصاری هم همینو گفته. گفتم خب اگه یخی شیخ انصاری هم گرفت، شما که مقلد شیخ انصاری نیستی، خودش سند نداره. بله عمده همین یه روایت، اونم همینه، سند هم نداره. بله نه خدا نخواسته ظاهر بشه یه چیزایی.